سرماخوردگی دارم و بر من ببخشید اگر فیلم میکنم و صدایی گرفته ایدم. آقای دکتر خوش گذشت در اروپا؟ من پوزش هم میخوام برای این که دو هفته جیم شدم به قول معروف، ولی دو بار سفر کردم. بار اول به سوئد بود، رفتم اونجا در دانشگاه لوند سوئد در مرکز مطالعات خاورمیانه‌شون یه سخنرانی داشتم. درباره چی بود آقای دکتر؟ من امیدوارم اینو به زودی به فارسی چاپش بکنم. یک سخنرانی متنی است که در واقع به انگلیسی نوشتم، اون رو اونجا ارائه کردم. نفوذ سید قطب هست در نوشته های سید خامنه‌ای و بررسی انتقادی در واقع ترجمه های چهارگانه است که آقای خامنه‌ای از سید قطب کردن و در واقع جهانبینی اصلی خودش رو خامنه‌ای به گمان من بیش از هر کسی مدیون سید قطب هست. و در این ترجمه ها شما میبینید که خیلی از نظراتی که امروز آقای خامنه‌ای دارن در همون زمان با الهام از خود در اون ترجمه ها و در حواشی که بر اون ترجمه ها نوشتن متجلی است. من برم این مقاله تهیه میکنم در واقع عنوان سید قطب و سید خامنه‌ای و مسئله تجدد در ایران. آیا که سید قطب رو اعدام کردن؟ سید قطب رو بله، سید قطب رو دولت مصر اعدام کرد. سید قطب به گمان من مهمترین متفکر اسلام سیاسی قرن بیستم هست. به نظر من دامنه نفوذش به مراتب بیشتر از آیت الله خمینی است، برای اینکه اون نظریه پرداز اصلی اخوان المسلمین بود و اخوان المسلمین از مراکش بگیری تا عراق تا ترکیه تا آقای اردوغان تا تونس تا فلسطین و اردن همه جا بودن، همه جا بودن و حتی رگه هایی از فکر اون رو در نوشته های داعش و اینها هم میتونید سراغ بکنید. آقای بن لادن به طور مستقیم تحت نفوذ برادر سید قطب بود، یعنی اصلا معلمش که به گفته خودش بن لادن رو سیاسی میکنه برادر سید قطب بود، چون وقتی دولت مصر دولت ناصر تصمیم میگیره که اینها رو سرکوب بکنه خیلی از اینها فرار میکنن. سید قطب تصمیم میگیره که فرار نکنه، اونها هم بازداشتش میکنن و بعد اعدامش میکنن. به نظر میرسه به جرم واهی دست داشتن در ترور ناصر. و این مهاجرت، مهاجرت اخوان المسلمین از مصر به خلیج فارس و کشورهای خلیج فارس و عربستان نقش بسیار مهمی در سیاسی تر کردن وهابیت داره، نقش بسیار مهمی در سیاسی کردن سنی های منطقه خلیج فارس داره که نکته ایست که محققین تازه دارن ابعادش رو پیدا میکنن. ولی نفوذشون فقط در منطقه سنی ها نیست، نفوذشون در منطقه شیعیان هم هست و هیچ چیزی به اندازه این چهار نوشته، چهار ترجمه، در واقع سه و نیم ترجمه است، چون یکی از ترجمه ها رو خود آقای خامنه ای شروع کردن و بعد به این یکی از برادراشون واگذار میکنن که ترجمهش رو ادامه بده و معلومه که اون نویسنده خیلی کمتوانی است، خیلی قلم شرخته ای داره و جاهایی که خود آقای خامنه ای نوشته زبانش معمولا پرقوامتره تا این عقبیشون که همان یه بنیادی رو اداره میکنن بنیاد عقبی بزرگ یا کوچک؟ عقبی دست راستی بزرگه. بله، یکیشون هست که خیلی معقولتره، یکیشون هست که در راست آقای خامنه ای است که سخت راستش رو پیدا کردن ولی او پیدا کرده. ولی آقای دکتر این شایعه بیماری ایشون شدت گرفته، اطلاعی دارین شما؟ من اطلاع دقیقی ندارم، همین اطلاعات نیست، ولی به نظر من از هر من شمسی که ایشون مریض هستن و اینکه بیماری جراحی کردن
ولی اینکه چقدر بیماریشون جدی است من اصلا اطلاعی ندارم. به هر حال سنشون هم بالاست، فشارم حتما روشون زیاده. کاندید محبوبشون، رئیس جمهور محبوبشون برای 8 سال رد صلاحیت شد، حتما براشون این یه شوک بزرگی بوده. فشار زیادی است. تصور این که مردم در مورد این نقش ایشون در برکشیدن این مرد و حالا در برانداختنش چی بوده، حتما اینها فشار هم میاره دیگه رو زندگی هر کسی. این فشارها هست و اگرم پروستات هم دارن اونچنان که به نظر میره دارن، خب این و اینکه خود آخوندا به قول آقای گنجی آخوندهای درباری، یه سری از اینا رو میگه آخوندهای درباری، آقای رئیسی هم میگه آیت الله قتل عام، اینا وقتی در مورد روش موندا این اسم، بله یه اسمایی که آقای چسبید بهش، بله آقای گنجی اسماش معمولا میچسبه و تأثیر گذاره و آیت الله قتل عام هم به نظر من موند. و واقعا میدونید برای اینکه آیت الله خاکستری پوش، بله خاکستری پوش و اون مثلث جیم و واقعا شگفت انگیزه که در یک انتخاباتی مهمترین کاندید به اصطلاح اصولگرایان کسی است که متهم 4000 نفر رو صرفا به دریافت 2-3 سطر از طرف آیت الله خمینی اعدام کرده، این نصف کشورهای جهان بره اگر کاندید اگر انتخاب بشه ممکنه بازداشتش بکنه، این به عنوان کسی که جرم علیه حقوق بشر انجام داده به نظر من قابل تعقیبه. اینکه من فتوا از آیت الله خمینی داشتم در هیچ دادگاهی خارج از دادگاه‌هایی که در ایران باشه و خود آیت الله قتل عام دادستانش باشه پذیرفتنی نیست. شما حکم غیر قانونی، حکم ضد بشر، حکم خلاف عرف بین‌المللی نمیتونید بگید من مجری بودم. نه از خمر روژ پذیرفتن، نه از هیتلر و اطرافیانش پذیرفتن، نه از میلوسویچ و زیر دستاش پذیرفتن. شما اگر برخلاف عرف بین‌المللی کاری بکنید که اینا کردن، چطور میشه 4000 نفر در زندان محاکمه کنید؟ یک بار هم توضیح ندید، یک بار هم پوزش نخواهید، یک بار هم نگید این کار غلطی بوده. همپلکیش وزیر دادگستری سال هاست کاملا. من فکر کنم این ایراد حتما به آقای روحانی هم وارده که چنین نفر دوم این مکعب قتل عام رو آورده رئیس قوه، رئیس وزیر دادگستری کرده. خب حتما فشارهای روش بوده، ولی به نظر من مگر اینکه اینها تمام شواهد به نظر من نشون میده که خود اینا هم میدونن که حتی رئیسی هم کاندید مناسبی برای نیست، ولی اونا دارن تمام سعیشون رو میکنن، تمام بودجه رو استفاده میکنن، بودجه آستان قدس رضوی رو دارن ازش استفاده میکنن، از صحن آستان قدس رضوی دارن استفاده های تبلیغاتی میکنن. واقعا غریبه این فضایی که ایجاد کرد. آقای دکتر یه سوال چجوری بگم شخصی دارم. شما این دوباره که تو این 2 هفته رفتین اروپا، برنامه هایی که زیر عنوان فرهنگی در دانشگاهتون اجرا میشه معطل ماند یا اینکه خود به خود انجام میشد؟ ولی یه دلیلی که مجبور شدم دوبار برم اینی که مجبور شدم برگردم برای اینکه برنامه هامون انجام بشه. ما هر دوبار، یعنی تنها دلیلی که نموندم به خاطر این بود که این برنامه ها بایستی انجام میشه و کلاس هم بایستی انجام کلاس درس میدم، چهارشنبه ها کلاس دارم و باید به کلاس برم و هرگز کلاسمو به خاطر با اینکه این سفرها سفرهای دانشگاهی است، سفر دوم من رفتم آقای زاهدی رو دیدم برای اینکه یه مقداری از نامه های خصوصی ایشون رو هنوز باید بیاریم به استنفورد. یه مجموعه بسیار جالبی از نامه ها هست از رؤسای جمهور، از سناتورها، از مقامات مختلف، از شاه، اینها رو باید منتقل بکنیم و امیدوارم که به
در همین یکی دو ماه آینده هم منتقل بشن در کنار این 94 جعبه ای که الان آوردیم، یک مجموعه عظیمی واقعا هست، یک مجموعه بی بدیلی است از اسناد، هم در مورد دوران سفارت، هم در مورد وزارت امور خارجه، هم مقدار زیادی اسناد در مورد پدر ایشون تیمسار زاهدی، یادداشت‌ها، نامه ها واقعا، و بعد 3-4 جعبه عکس هست که عکس های بسیار بسیار نادر و بکری هست و ما داریم سعی میکنیم در اولین فرصت یک مجموعه ای از شاید گویاترین این اسناد رو به صورت کتاب به دو زبان منتشر کنیم، هم متن فارسیشو بذاریم، متن انگلیسیشو رو بذاریم، که مردم این گزارش های بسیار بسیار محرمانه ای که به شاه فرستاده میشد و خط شاه در کنارش هست، اینا رو مردم بتونن ببینن، ببینن پهنه کار از چه قرار بود. کی این کارو داره انجام میده؟ انتخابش با من هست، ولی با من هست و با مشورت آقای زاهدی، برای اینکه شرط این وقت در واقع این است که تا زمانی که افرادی زنده هستند و گزارش‌ها در مورد اونها هست، گزارش‌هایی که ممکنه باعث ناراحتیشون بشه چاپ نشه. به غیر از اون ما آزادی کامل داریم که این اسناد رو چاپ کنیم، هیچ محدودیتی آقای زاهدی برای این کار قائل نشده. گفتم فقط شرطش این است که اگر کسی زنده است و این مسئله ممکنه، این گزارش ممکنه براش آبروش مثلا به خطر بندازه، هستیشو به خطر بندازه، ناراحتش بکنه، اونها رو میخوان الان چاپ بکنن. به غیر از اون همه رو داریم چاپ میکنیم، یعنی یه منتخبی شد و امیدوارم که تقریبا مطمئنم که از سال آینده یک بورسی هم خواهیم داشت در استنفورد، برای اینکه یک دانشجو یا یک محققی بتونه بیاد یکی دو ماه در استنفورد بمونه و از این اسناد برای کار تحقیقیش، برای رسالهش استفاده بکنه. حالا در کار جزئیات اداری این کار هستیم، ولی برگردیم به سوال شما، کارهای دانشگاه ادامه پیدا میکنه و من یه دلیلی هم که این واقعا سفر بسیار طولانی رو دو بار متاسفانه کردم و این بود که میخواستم برگردم و کارهای جاریه رو انجام بدم. برای آقای معینیانه، ایشون اصرار داره که بدونه که آقای معینیان کجان، سرنوشتشون چی شده. گفتم آخه برای چی میخواین شما؟ این اینای مسائل خصوصیه، بر صورتهای اصرار و اصرار و اصرار. من گفتم من با آقای دکتر میلانی میگم، اگه صلاح دونستن پاسخ میدن. آقای معینیان به گمان من یکی دو بار ما قبلا در این مورد با شما صحبت کردیم. من یکی از غبطه‌هایی که دارم در مورد کتاب نامداران ایران، 150 شخصیت نامدار ایرانی، اون است که در مورد آقای معینیان اون ننوشتیم. من بعد که ابعاد کاریشون رو چه در تلویزیون چه به عنوان مطبوعات، نویسنده مطبوعاتی و بعد به عنوان رئیس دفتر شاه، مترجم خیلی قشنگ ترجمه کردن کتاب چیز رو، اسمش یادم رفت الان، گفتم خدمت، بله، آموک آدولف. من ترجمه‌شون رو نمیدونم، ولی در مورد کار روزنامه‌نگاریشون میدونم، در مورد نقششون در اون جنگ تبلیغاتی بین ایران و شوروی در تلویزیون میدونم. میدونم که از دوستای آقای گلستان بود، آقای گلستان به نقشش در تلویزیون رادیو خیلی واقف بود و بعد در دفتر مخصوص رو یه نظم و چیز عجیبی بهش داد و هیچ کسی، من هرگز نشنیدم که در مورد ایشون کوچکترین شبهه سوء استفاده مالی در دوران قدرتمندیش داشته باشه. آدم بسیار شریف، درستکار، صریح‌گو، منظم. تا اونجایی که من میدونم در اروپا هستن، در فرانسه زندگی میکنن و در مسائل ایران رو هم دنبال میکنن.
من یکی دو بار وقت رو داشتم که باشون بیش از یکی دو بار باشون مصاحبه کردم، مصاحبه تلفنی کردم، صحبت تلفنی کردم و اطلاعات بسیار مهمی رو در اختیار من گذاشتن و این در حدی است که من میدونم، بیشتر از این خبر ندارم که کجا دقیقا هستم، ولی فکر میکنم تقریبا مسجلا در اروپا تشکرم و فکر میکنم که با من از اون دقیقت های بسیار بسیار کلیدی من یکی دو باری که با ایشون صحبت کردم خیلی خواهش کردم، توصیه کردم که حتما خاطراتشون رو بنویسم، برای اینکه من فکر میکنم اگر بنویسه یکی از مهمترین خاطرات اون زمان خواهد. بله خیلی، شب و روز بله در دفتر مخصوص مشغول بودن ایشون. بله. از تقریبا 20 سال 25 سال پیش از وقوع انقلاب. بله. و همه گزارش ها از زیر دست ایشون میرفت. بله. و اکثر قریب به اتفاق دستوراتی هم که شاه میداد از طریق ایشون برمیگشت، گاهی از طریق دیگران، مثلا دکتر عیادی، گاهی من توی یادداشت آقای زاهدی میبینم مثلا گاهی عیادی نامه می‌نویسه که اینو به شاه گفتیم، شاه اینو دستور می‌دهد، ولی اکثر اینها از طریق معینیان به دست شاه می‌رسید و از طریق معینیان جواب داده می‌شد و خیلی هم سیستم دقیقی داشت، یه سیستم درست کرده بود که هر گزارش لحظه‌ای که به دفتر شاه می‌رسه یه مهری می‌خورد، لحظه ورودش اونجا ضبط می‌شد، لحظه‌ای که شاه ازش دیده بود اون گزارش رو خونده بود اون هم در اونجا ضبط میشد و دستوری هم که داده بود اون وقت در اون کنار منظور میشد. خیلی سیستم دقیقی بود. بعدم یکی از اولین جاهاییست که کامپیوتریش کردن. چیکار کردن؟ کامپیوتریش کردن. دفتر مخصوص رو سیستم کامپیوتری براش آوردن و یکی از مهمترین مجموعه هایی که ما بهش دسترسی نداریم برای در شناخت دوران شاه اسناد دفتر مخصوص دیگه، معلوم نیست اونها چی شده. یه کپیشو میدونیم سوزوندن در ایران و جمهوری اسلامی یه اطلاع قتل عام دیگری، البته هیچ کسی به حد اطلاع قتل عام شد، خلخالی هم به این حد آدم نکشته، ولی تو اون دادگاه های اول اون کسی که اسناد دفتر مخصوص رو سوزوند اعدام کردن، ولی به یک روایتی یک نسخش خارج از ایران هست، من هرگز سراغی ازش پیدا نکردم، خود آقای معینیان هم خبر نداره از این که چنین جا اسنادی وجود داشته باشه، ولی یه روزی شاید در رو بشه اون دیگه اسناد. کی بوده اون که سوزونده اسنادو؟ تیمسار نشاط بود. آه نشاط، اعدامش کردم. آقای دکتر، من با یک مدیر نشریه در ایران اختلاف داشتم، ایشون بعد از اینکه من استعفا دادم 40,000 تومان به پول اون روز، پول 40-50 سال پیش، به من بدهکار بودن و منم به اون پول احتیاج داشتم. این موضوع رو به آقای نقیبی، یکی از نویسندگان مشهور ایران که اکنون فوت کردن، مطرح کردم باشون. ایشون گفتن که تنها راهش اینست که بریم پیش آقای معینیان به ایشون بگیم، و ما رفتیم یه روز پیش آقای معینیان، یه جایی نمیدونم کجا بودش، یه جایی خیلی مشجر، درختای بسیار بلند، نمیدونم کدوم بخش از دربار بود، به هر صورت با ماشین آقای نقیبی رفتیم و موضوع رو علشون گفتیم و ایشون گفتن من اقدام میکنم ولی متاسفانه این بخشش انجام نشد، این بخش از کارهایی که براخته گرفتن. بله، ولی خب من از قدیم که کتاب ترجمه ایشون رو خونده بودم ارادت پیدا کرده بودم بهش، اون طرز کلامی که انتخاب کرده بود. بله. از فرانسه ترجمه کرده بودم. بله. بعضی از گزارشاشون هم گزارشایی که برای اون کمیسیون بازرسی دربار که نوشته بودم من خوندم،
بسیار دقیقه، گزارش های بسیار دقیقه، بسیار منصفانه و بسیار جدی. اینکه بخواد یه جوری لاپوشی بکنه یا دروغ بگه یا زیادی تعریف یا زیادی تکذیب بکنه درش نیست. یعنی واقعا آدم بسیار بسیار جدی و صالح و سالمی بود. معذرت بفرم. یکی از همیهنان به من زنگ زدند و بعدم مطالبشون رو ایمیل کردن به انگلیسی و فارسی. ایشون میخواستن درباره اون آقای قدر، یادتونه اسمشون یه دفعه تو برنامه آوردیم، ایشون شنیده بودن، گویا یه اطلاعاتی دارند و میخوان تکمیل بشه. برصورت من میخونم چند سطرشو. نوشتند خاطراتی از سرلشکر قرنه، خاطراتی از سفارت در اردن و تصمیم ملک حسین به سرکوب کردن شورشیان فلسطینی در سال 1349، درباره ارتشبد فردوست و شخصیت او، درباره سپهبد تیمور بختیار و هدفهای سیاسیش، درباره رقابت بین فردوست و ناصر مقدم، درباره دسیسه های احتمالی ساواک علیه شاه در اواخر دهه 50، خاطراتی از دستگیری برخی از رهبران انقلابی مخالفان رژیم شاه در لبنان و ایران و خرابکاری عمدی ساواک، دوران ریاست نعمت الله نصیری و حسن پاکرمان در ساواک، سیاست های منطقه‌ای ایران، خاطراتی از امام موسی صد و مصطفی چمران، پیام سوریه به محمد رضا شاه در مورد مرگ امام موسی صد، روابط امام موسی صد با دولت ایران، روابط ایران با اسرائیل و واکنش دولت‌های عربی، شیوه فعالیت‌های مخالفان شاه و بی‌توجهی عمدی ساواک به افزایش موج مخالفت‌ها. این آقای قدر همون سفیر ایران در اردن بود دیگه، نه؟ لبنان. در این باره ها یه مصاحبه مفصلی کرده، من این نامش براتون میفرستم. خیلی جالبه که ببینین صحبت ایشون چیست.